درباره این پیام مشترک و خصوصا اینکه سازماندهی و همبستگی که میتونه گرد این چهره‌های مخالف حکومت شکل بگیره. به هر حال در طول سالهایی که از عمر حکومت جمهوری اسلامی میگذره، خیلی ها خصوصا جوانان تجربه فعالیت سیاسی منسجم رو نداشتن، ولی چرا این حرکت از سوی جمعی از منتقدان باید حرکت به سوی پوپولیسم تعبیر بشه؟ خب شاید نمیبینن که اینها، شاید اونها فکر میکنن، منتقدین، که این یک حرکتی است برای ایجاد یک سازمان جدید، یک ائتلاف سیاسی یک جدید، که در واقع به نظر من حداقل اشتباه است. حرکتی که داره صورت میگیره یک حرکت سمبولیک تشویق کننده اون سازمانهایی است که همونطور که جناب علمداری به درستی گفتن، اونها خب برن برای خودشون کارشون رو بکنن و نشون بدن که بهتر میتونن از این انجام بدن. اونها کار سازمانی میکنن، اینها کار مدیاتیک میکنن، تشویق کننده میکنن و خودشون هم میگن که این کافی نیست، این لازمه، قدم مثبتی است و فقط تشویق کننده است. و اتفاقا یه مقدارم دیره، خب زودتر هم میتونن این کارو بکنن، خیلی هم خوبه. ولی اینکه این حرکت حرکتی است که در واقع پوپولیستی باشه، به نظر من عنوان پوپولیست به این نمیخوره. چون اگه گفته بودن که ما رهبریم، اتفاقا موضوع مرکزی این است که مدعی نیستند، میگویند سازماندهی و همبستگی. یه چیز خیلی، دو عنصر بسیار مهمه که البته به نظر من خب عنصر رهبری هم باید توش بیاد، که خب رهبری باید در داخل کشور باشه، همبستگی باید در داخل کشور باشه، سازماندهی باید در داخل کشور باشه. اما اینا سه عنصری است که با همدیگه پیوند میخوره و لازمه، اما قدم اوله. و در این قدم اول انتظارهای بالا بلند داشتن یعنی قدم برنداشتن. این قدم رو برداشتن میباید که به توسط ناظران و دیگران تکمیل بشه، بهتر بشه و به خصوص بکشه به سمت اکتورها و عملگرایان و عملکنندگان داخل کشور، که اونها بتونن این سازماندهی رو انجام بدن و اونها بتونن در واقع نقش رهبری رو بتونن به عهده بگیرن و خارج کشور هم به اونها کمک کنه، دستی داشته باشه در آتش و با اونها همراهی و همگامی داشته باشه.